آمنه پاشمی فعال حقوق زن از کابل با ما روی خط ایستگاه وصل است. در مورد پرداخت معاشات دو ماه سوی وزارت مالیه صحبت میکنم. خانم هاشمی سلام، خوش آمدید به بس. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز برنامه تلویزیونی. سلامت باشین. وقت شما هم بخیر. سلامت باشین. در شرایطی که حالا به نحوی نگرانی ها از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان به اوجش رسیده، حالا وزارت مالیه گفته که معاش دو ماه را برای کارمندان پرداخت میکنه، آیا این خوشبینانه است خانم هاشمی؟ ۲۴ اسد بود که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از هم پاشید و سقوط کرد، البته با یک نفر تسلیم داده شد و حکومت امارت اسلامی از او زمان تا حال بدهای زیادی داده شده. حکومت جدید به رسانه ها و همچنین به مسئولین مربوطه هدایت های لازم دادن که باید معاشات کسانی که باقی مانده، البته معاشات مایزه و معاشات باقی مانده از اونها تا زودترین فرصت اجرا صورت بگیره. و تا جایی که اینی مشخصا قبلا هم در این بخش تا کار میکردم، معاشات بعضی از پرداخت شدن مثل فکر میکنم بعضی از بخش های وزارت زراعت است، بخش های صحی و بعضی از ادارات دیگه بسیار انگشت شمار هستند، اما با شاید بیشتر از 90% ادارات که قبلا کار میکردن تا حال کارمندانشان معاشات خود را دریافت نکردن و این فقط در حد یک به حساب اطلاعیه یا یک اعلامیه بود که داده شده، البته به شکل رسمی هم هدایت داده شده، اما متاسفانه تا حال اینکه چرا تاخیر دارن من نمیفهم. البته من شخصا خودم با وزارت مالیه که به تماس شدم یک مدتی را بهانه که تا حال صلاحیت دار عمومی که امی چک های معاشات ادارات تفاظ کنه تا حال تعیین نشده، در صورتی که صلاحیت دار تعیین شده انشاءالله معاشات به شکل بروال سابقه و عموم مقدار معاشی که هر اداره داشته پرداخت خواهد شد، اما متاسفانه بعد از تعیین صلاحیت دار هم تا حال بسیاری از ادارات معاشات خود را دریافت نکرده. درست، چه فکر میکنید خانم هاشمی؟ شما که کار کردین در این بخش ها میدانین بحث های اقتصادی را، حالا پول کافی وجود نداره یا بحث های دیگری است که ما از اون نمیدانیم؟ بله صدای ما دارین خانم هاشمی؟ بله بفرمایید. سوال من را گرفتین یا مجدداً پرسان میکنم؟ فکر میکنم در رابطه با موضوعی بود که آیا بودجه کافی هست؟ بله. بله خانم هاشمی، من پرسیدم که حالا دلیل از اینکه تو هنوز پرداخت نشده چی است؟ آیا پول کافی وجود نداره یا بحث های دیگری است که حالا ما نمیدانیم؟ اگر شما میدانین در این مورد جزئیات بدید. تا جایی که همه ما شما البته میدانیم، من هم چیزی که من از طریق رسانه ها و بعضی تحقیق های دیگر در بعضی جای دیگر صورت میگیره انجام میشه، اطلاعاتی که ما داریم فکر میکنیم هم کمبود بودجه مالی هست، هرچند که حکومت جدید وعده داده که ما منابع مالی کافی داریم که معاشات کارمندان دولتی را اجراات کنیم، اما من فکر میکنم یکی از دلایل پرداخت نشدن معاشات عدم بودجه کافی، مسدود شدن پول افغانستان در بانک‌های بیرونی و همچنین مشکلات اقتصادی که دامنگیر کشور شده، همه اینها دست به دست هم داده و این مشکل بزرگتر و کلانتر تا مشکل بانک ها را شما میبینید که بانک ها خالی از پول هست و یک سهمی برای تا مردم نیمه پیش گرفتن. مسلما میتونیم بگیم یکی از دلایل از اینا مشکل منابع مالی هست که در تامین منابع مالی حکومت فعلی فعلا با مشکلات بسیار جدی روبرو هست و مردم تقاضایشان همی است که هرچه زودتر باید این حکومت مدیریت منابع مالی را به دست خود بگیره، با وجودی که ما گمرکات بسیار خوبی داریم، عواید بسیار خوبی از گمرکات داریم، یک کشوری هستیم که وارداتی هستیم، ما باید هرچه زودتر بتانیم مدیریت درست کنیم منابع مالی را تا خدای نخواسته با یک بحران اقتصادی جبران ناپذیر روبرو نشویم. درست. حالا فکر میکنید که حکومت توان از زیر ندارن که معاشا رو پرداخت بکنن و شما میگین که با کمبود بودجه مالی، ولی حکومت مطمئنتر صحبت میکنه خانم هاشمی؟ اونا حتی بحث یک ماه معاش هم مطرح نمیکنن، بحث دو ماه معاش را مطرح میکنن. آیا فکر نمیکنید که بودجه کافی وجود داره؟ بودجه کافی وجود داره،
بودجه کافی از نگاه از اونا شاید باشه، اما بودجه کافی را زمانی مردم افغانستان قبول میکنن که معاشاتشان و حساباتشان اضافه شد و اونا بتانن معاشات خود فیزیکلی و دست بیارن. این که در حد یک گفتن باشه که ما بودجه کافی داریم، ما معاشات کارمندان را پرداخت میکنیم، اما در صورتی که عملا این معاشات و حساب کارمندان انتقال پیدا نکنن، ما نمیتونیم بگوییم که دولت فعلی بودجه کافی را دارد. متاسفانه یک کارمند دولت معاش چندانی نداشت که امروز بگوید که من یک قدر پول داشتم، پسنداز داشتم، مصرف کردم. مردم با مشکلات اقتصادی فوق العاده بزرگی روبرو هستند. اگر اینا میتونن منابع مالی کافی داریم، پس چرا در اجرای معاشات کارمندان اینقدر تاخیر صورت گرفته؟ یک ماه و چند روز از این موضوع گذشته و اولین یعنی در اولویت قرار داده بود حکومت فعلی که ما از اولویت های کاری ما پرداخت معاشات کارمندان بود، اما متاسفانه تا حال 90% ادارات معاش خود را نگرفتند. درست. حالا دو ماه معاش تمامی کارمندان ادارات دولتی به چه مبلغی میرسه؟ حالا شما بحث اقتصادی را بهتر میفهمین خانم هاشمی، چقدر پول میشه؟ این که میزان پولی که برای معاشات در این دو ماه چقدر میشه دقیق معلومات ندارم، اما ایران مطمئن هستم که بودجه ای که برای دو ماه معاش کارمندان، چه کارمندان ملکی، کارمندان نظامی، کارمندان امنیتی، همه از اینایی که از بودجه دولت معاش میگرفتن، مشکلش بیشتر است که اکثر معاش کارمندان دولتی را کشورهای خارجی تمدید میکرد. بانک جهانی و بزرگترین تمدید کننده از اونا کشور آمریکا بود که متاسفانه کمک های خود را به افغانستان مسئول ساختند، و به همین دلیل است که من فکر می افغانستان فعلا با کمبود بودجه در پرداخت معاشات روبرو هست. که البته من این اصلا حکومت فعلی هم بعضی تدابیر را روی دست گرفته، ولی فقط امیدواری مایی هست و خواهش مایی است که حکومت فعلی هر چه زودتر این بحران مدیریت کنند تا که مردم افغانستان به خاطر مشکلات اقتصادی دچار مشکلات بیشتر و بیشتر از این نشود. روی این موضوع صحبت میکنیم خانم هاشمی. حالا شما گفتین که بودجه کافی وجود نداره، دولت نمیتونه معاش دو ماهه کارمندان را پرداخت بکنه، پیامدش چی خواهد بود در جامعه؟ ما میبینیم که هر روزها قیمت ها افزایش پیدا کرده، مردم با چه چیز مقابله خواهد کرد؟ متاسفانه پیامدهای این مشکل به حدی سنگین و ترسناک و وحشتناک هست که از همه حال یا از چند وقت گذشته تا حال مردم با مشکلات اقتصادی فراوان دست به گریبان هستند. مردم اکثریت به حتی به خوردن نان شب خود محتاج شدند. از همین حال کسایی هستند که تمام درآمدشان فقط معاشی بود که ماهانه اینا از دولت یا از هم اداره که کار میکردن دریافت میکردن، اما یک ماه است که مردم معاش ندارند، نان خوردن خود را پیدا نمیدارند. در صورتی که چرخه اقتصادی به همین شکل راکت و ساکت و ثابت باقی بمانه، مطمئن باشیم که به زودی چرخه اقتصاد افغانستان از کار میفته و مردم با یک فاجعه بزرگ انسانی و بشری روبرو خواهد شدند. فقر و بیچارگی در افغانستان قبل از آمدن امارت اسلامی هم بالای 52% تا 57% بود و حال طبق پیشبینی هایی که جامعه جهانی از وضعیت دارد، مشکلات اقتصادی و فقر مردم افغانستان شاید به بالای 90% برسد. شما فکر کنین یک کشوری که 90%شان در فقر اقتصادی زندگی میکنند، آیا در اون کشور میتونیم ما نامی از حکومت یا جمهوریت یا امارت یا هر حکومت دیگه ای که وضعیت فعلی افغانستان با وجود دارد، آیا ما امیدی به این داشته باشیم؟ درست. حالا اگر خوشبینان نبس بکنیم خانم هاشمی، این معاش اگر پرداخت شود، آیا میتونه بخش بزرگ از چالش ها و مشکلات مردم را حل بسازه و حداقل یک پولی هم در بازار در حال گردش شروع شود؟ البته بیشتر از 400 و چند هزار کارمند دولتی در افغانستان کار میکرد، در کنار از چندین هزار کارمند هایی در بخش های سکتور های خصوصی و ایفای وظیفه میکردن. مسلما اگر این مردم بتونن معاشات خود را دریافت کنند، برای یک مدت شاید بتونن چرخه اقتصادی کشور را دوباره برای حرکت در بیارن، اما دولت باید به فکر از این باشه که این چرخه اقتصادی را از حرکت باز نیستد. در صورت که من یک ماه یا دو ماه معاش خود را دریافت کنم، بعد از دو ماه من چه خواهد کردم؟ فکر کنین من دو ماه معاش خود را دریافت کردم، با این دو ماه معاش یک کارمند دولت
یک ماه یا دو ماه دیگه خود را بگذرانه، بعد از اون چه کار خواهد کرد؟ باید زمینه کار و اشتغال برای مردم، برای کارمندانی که سابق در وظیفه‌های دولتی بودند، در وظیفه‌های شخصی بودند، دوباره زمینه کار برای اینا فراهم شود و اینا بتوانند یک درآمدی داشته باشند که چرخه اقتصاد کشور فعال باقی بماند، در صورتی که فقط دو ماه معاش برای اینا داده شده و بعد از دوباره همه بیکار در خانه‌های خود بشینند، مسلما این را حل بوده نمیتونند و چرخه اقتصاد کشور از بین میرن. درست. بانون آخرین پرسش خانم هاشمی، چقدر چانس از این وجود داره که دو ماه معاش بر تمامی کارمندان در سراسر افغانستان توزیع شود؟ چقدر چانس از این وجود داره؟ یک سخت برش سنگ بکنه. خانم هاشمی صدا مداره؟ نظر به این که بعضی ادارات عملا همیان معاشات خود را دریافت کردن میدونی وجود و ادارات دیگه به این شکل نظر به اولویت بندی دست بندی تقسیم بندی وزارت مالیه بله بله یا همراه کشورهای خارجی به تماس شوند، روابط دیپلماتیک خود را اگر برقرار بتونن توجه جامعه جهانی را به خود جلب کنن، ان شاء الله اینا میتونن که چه کافی را پیدا کنن و حداقل معاش دو ماهه کارمندان هم پرداخت کنن. امیدواری ما بسیار زیاد است، ما ناامید نیستیم و خواهش میکنیم از دولت امارات اسلامی که مدیریت درست انجام بدن در قسمت منابع مالی، چرا که تمام پایداری و ثبات یک کشور بالای چرخه اقتصاد هست و من مطمئن هستم که به زودی اینها تمام تلاش خود را خواهد کردن که عده زیاد از مردم از فقر و فلاکت بیچارگی نجات بدن. تشکر. تشکر خانم آمنه هاشمی، فعال حقوق زن که از کابل بمودن. ممنون هستم خانم هاشمی.